حسین دهلوی، آهنگساز ایرانی و رهبر سابق ارکستر شماره یک اداره هنرهای زیبا درگذشت. آقای دهلوی سازنده قطعه‌های باله بیژن و منیژه و سبکبال در سال 1306 در تهران به دنیا آمد و موسیقی را از 5 سالگی شروع کرد. او همچنین نویسنده کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی بود. پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی از آمستردام در هلند با ماست. آقای اکبرزاده، آقای دهلوی اصولا در موسیقی معاصر چه جایگاهی داشت و چه نقشی رو ایفا کرده بود؟ فعالیت‌های حسین دهلوی در موسیقی معاصر ایران در زمینه‌های بسیار متنوعی صورت گرفت. زمینه اصلی فعالیتشون آهنگسازی بود و به ویژه با تمرکز به ساخت کارهای گروهی یا ارکسترال با کاربرد سازهای ایرانی و یا برای ارکستر بزرگ. یعنی در واقع حرکتی که از سوی علی نقی وزیری و روح الله خالقی شروع شده بود، ایشون به عنوان آهنگساز نسل بعدی در واقع اون رو پی گرفتن و بسیار فعال بودن در این زمینه. علاوه بر ساخت، بسیار تلاش هم می‌کردن که نوت ارکستری آثار رو به چاپ برسونن برای استفاده پژوهشگران موسیقی ایرانی و دانشجویان رشته آهنگسازی، و هم‌مقامشون این بودش که کار به شکل اصولی و علمی پیش بره و فعالیت‌های مطالعاتی در این زمینه گسترش پیدا بکنه. علاوه بر این فعالیت‌ها در زمینه آهنگسازی، ایشون سال‌ها رئیس هنرستان موسیقی ملی در تهران بودن، نزدیک به 10 سال، و بجز دوره‌ای که روح الله خالقی بنیانگذار هنرستان موسیقی ملی خودش مدیریت هنرستان رو به عهده داشت، دوره 10 ساله‌ای که حسین دهلوی هم مدیریت هنرستان رو در دست داشت، از موفق‌ترین دوران فعالیت هنرستان موسیقی ملی به شمار میره که هنرجویانی مثل حسین علیزاده یا علی رهبری در این دوره از فعالیت هنرستان موسیقی ملی در تهران پرورش پیدا کردند. و آیا هیچ وقت فعالیت‌ها و آثار آقای دهلوی خارج از مرزهای ایران هم مورد پذیرش قرار گرفت و موفق شد که در واقع صدای خودش رو به گوش مخاطب غیر ایرانی هم برسونه؟ در همون دهه 30 و 40 خورشیدی که ایشون ابتدا رهبر ارکستر شماره 1 اداره هنرهای زیبا بودن و همینطور ارکستر ایرانی تالار رودکی، بعد از اون کنسرت هایی در کشورهای همجوار داشتن و بعدن در سالهای بعد از انقلاب هم در مواردی خیلی معدود کارهایی از ایشون در بلاروس و اوکراین اجرا شد، خیلی پراکنده. ولی در واقع تنها موقعیتی که کارهای ایشون امکان پخش بین‌المللی پیدا کرد در یک پروژه بود با پشتیبانی وزارت فرهنگ و هنر ایران، که در یک صفحه‌ای با ارکستر سمفونیک نورنبرگ، که اینجا میتونیم اون رو ببینیم، اثری از بسیار کمیاب، و علی رهبری آثاری از آهنگسازان معاصر ایران رو رهبری کردن، از جمله شش بخش از سویت بیژن و منیژه ایشون. و آقای دهلوی همیشه میگفتن که به یاد دارن که برف سنگینی در نورنبرگ میبارید و زمانی که ایشون به استودیو رفتن برای ضبط، همون موقع خبر از ایران رسید که شاه از ایران رفته، و مدت بسیار کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب این آلبوم در سطح بین‌المللی از طریق ارکستر سمفونیک نورنبرگ پخش شد، و این در واقع تنها موردی بودش که کارهای ایشون امکان پخش بین‌المللی پیدا کرد. و بیشتر نوت‌هایی که از آثارشون منتشر کردن و کاست یا سی دی، اینها متاسفانه بیشتر در داخل ایران مونده، ولی خب به صورت محدود در بعضی از کتابخونه‌های بین‌المللی و دانشکده‌های موسیقی در اروپا و آمریکا میشه ردشون رو پیدا کرد.